سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خوش اومدید. در این برنامه از باید بدانیم به ماجرای اخراج مجتبی پوربخش، مجری برنامه‌های ورزشی صدا و سیما و همچنین اخراج از دانشگاه به دلیل حمایت از علی کریمی و اعتراضات اخیر می‌پردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کنارش کلیک کنید. سال 1401، سال خون، خشم و نفرت بود. با کشته شدن دختری بیگناه مردم به پا خواستن. عده‌ای نون رو در خون جوانان می زدند و به واسطه یه هجوم بر زن و مرد، کوچک و بزرگ، به حسابهاشون پولهای آغشته به بی‌شرافتی سرازیر می شد. عده‌ای هم بودن که در جایگاه خود از حق پایمال شده و خون بناحق ریخته سخن می گفتن. بسیاری از اساتید دانشگاه ها هم بودند که در حمایت از اعتراضات کلاس های خود را تحریم کردند و دانشجویان خود را در مسیر معرفت به وطن سوق دادند. همونایی که در سالگرد همون اعتراضات از جانب حکومت به صورت فله‌ای اخراج میشن و افرادی جایگزین میشن که جاهل های کوچه بازاری در پیشگاهشون بسیار شرافت بیشتری دارند. مجتبی پوربخش، مجری سابق شبکه ورزش، سال گذشته پس از اعلام خبر اخراجش از صدا و سیما از مردم ایران خواست برای او کمپینی راه اندازی نکنند. این درخواست پس از اون صورت گرفت که او خودروی شخصیش رو برای تامین هزینه های زندگیش به فروش گذاشت. مجتبی پوربخش تهیه کننده و مجری برنامه های ورزشی شبکه ورزش بود که 14 مهر ماه با انتشار پستی به صورت غیر مستقیم خبر از اخراج خود از تلویزیون حکومتی ایران داد. صدا و سیمای حکومتی ایران جلوی پرداخت معوقات تمامی کارمندانش که طی ماهای اخیر به دلیل همراهی با معترضین یا سکوت نکردن در قبال سرکوب و کشتار مردم اخراج شده یا استعفا دادن رو گرفته بود. او در صفحه رسمی اینستاگرام خود نوشته بود: تن آدمی شریف است، به جان آدمیت. 3 شهریور و در اوج اعتراضات سراسری در ساعت 1 بامداد پنجشنبه به وقت تهران، صفحه اینستاگرامی فوتبال 1 به تهیه کنندگی و اجرای مجتبی پوربخش با انتشار پستی از پخش نشدن این برنامه خبر داد. سازمان صدا و سیما و نهادهای امنیتی معدود گزارشگران و مجریان صدا و سیما رو به دلیل اظهار نظرهای شخصیشون در صفحات اجتماعی زیر فشار گذاشته بودند. دلیل تعطیلی 2 هفته‌ای برنامه فوتبال 1 و ممنوعیت از ورود مجتبی پوربخش به صدا و سیما، حمایت از پست‌های علی کریمی در صفحات اجتماعیش و حمایت از اعتراضات اعلام شده بود. مجتبی پوربخش با انتشار تصویری از خودروی خود در صفحات اجتماعیش نوشت: پدرم به هم یاد داد شرف رو ارزون نفروشم. دستم رو جلوی نامرد دراز نکنم. ماشین زیر پامو گذاشتم فروش، اما شرف و شعورم رو حراج نمی کنم. روزهای خوب ما هم میرسه، شک ندارم. تیر ماه سال گذشته مجتبی پوربخش در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد از 2 سال قبل به سرطان خون مبتلا است و طی این مدت غیر از برخی از نزدیکانش هیچ کس رو از این موضوع مطلع نکرده بود. حالا به نظر میرسه مردم ایران در حال جمع‌آوری کمک‌های نقدی برای این مجری سابق صدا و سیما بودند که مجتبی پوربخش در پستی نوشته بود: راضی نیستم برای من کمپینی راه اندازی بشه. وضع من از وضع مردمی که حتی نان برای خوردن ندارن بدتر نیست. مجتبی پوربخش، مجری سابق صدا و سیما و استاد دانشگاه، با انتشار تصویری در حساب ایکس خود اعلام کرد که از دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد تهران اخراج شده. او در پستی نامه اخراج خود را از دانشگاه منتشر کرد و نوشت: بماند به یادگار. نامه قطع همکاری دانشگاه آزاد به دستور مراجع ذی‌سلام. ممنون از بزرگان علم ورزش که باعث شدن من کوچکترین این شانس رو داشته باشم در دانشگاه تهران مرکز تدریس در کلاس درس رو تجربه کنم و سپاس از مراجع ذی‌سلام که اینقدر پیگیرن ما جایی کار نکنیم. او در استوری اینستاگرام عکسی از سعید حدادیان مداح حکومتی رو منتشر کرد و نوشت: به استاد دانشگاه تهران سلام کنید. یکی از کاربران صفحه اینستاگرام او گفته بود: آخه تو که حتی نمیدونی حدادیان چندین سال استاد دانشگاه و الان از روی عقده‌گشایی داری تیکه میندازی، قشنگ معلومه سطح سواد احمقانه در چه حده.
پس لطفاً پیجتو ببند، دهنتم ببند که بیش از این خودتو نشون ندی، محتاج توجه. قشنگ معلومه بی سواد و پخمی، چون حتی نمیدونی طرف چند سال استاد دانشگاهی. پس بسوزو با همین سوختن تموم شو، مردک بی سواد دوزاری. مجتبی پوربخش در پاسخ به این کاربر گفت: الان از اینکه حدادیان چند سال تدریس میکنه نتیجه گرفته که من بی سوادم. لعنتی حرفه‌ای. اسکول سایبری، حداقل یه بار استوری رو بخون که من نوشتم به استاد سلام کنید و هیچ اشاره‌ای به اینکه چند وقت تدریس کرده یا قراره بکنه نکردم. اینکه یه دوسکول بی سواد به خاطر روابطشون رفتن دانشگاه باعث سوزش من نمیشه، بلکه اینه که یه سری استاد با سواد بیرون کردن که باعث نگرانی آینده علمی مملکته. و در استوری دیگه این نوشت: به علت خز شدن عنوان دکترا، با اجازت من عنوان دکترا رو از رو پیجم برداشتم، چون حس میکنم دیگه پیشی داشتن دیگه فوش حساب میشه. یه روز یه جایی یه بنده خدای جلوم نشست، گفت: یه کتابدار مسجد میاریم میذاریم جات، آب از آبم تکون نمیخوره، اما خیالمون راحت، هیچ نقدی بهمون نمیکنه. به نظرم باز کتابدار خیلی خیلی فهمیده تره تا این دوستایی که استاد دانشگاه شدن. کاربری هم در حمایت از اخراج شدن او و حمایت هایی که از علی کریمی کرده بود به مجتبی پوربخش چنین پیام داد: بله همینطوره، تو جمهوری اسلامی به جایی رسیدی، بعد بخوای کار یا پست بگیری، همون دوستاتو بگو بهت کمک کنن. اینجا هم بی صاحب شده، ولی بخوای زر مفت بزنی اینجا هم بیکار میشی. پوربخش در جواب میگه: مگه غیر جمهوری اسلامی حکومت دیگه مستقر بوده که ببینم ما نمیتونستیم توش موفق باشیم؟ من از کسی انتظاری ندارم، اما گشته نمیمونم. شما نگران خودتون باشید عزیزم. مجتبی پوربخش در تاریخ 8 آبان ماه سال 61 متولد شد. او اهل شهر رشت بوده و یکی از بهترین تهیه کنندگان و فیلمسازان تلویزیون و موجه‌های ایرانی به شمار می‌رفت که تونسته بود افتخارات بیشماری در این عرصه به دست بیاره و کارنامه افتخارات خود رو درخشان کنه. این گزارشگر و کارگردان، تهیه کننده و مجری و خلبان ایرانی شناخته شده که از سال 82 تا کنون در عرصه‌های نامبرده فعالیت کرده و تونسته شهرت خود رو برای اجرا در برنامه فوتبال 1 و آقای گزارشگر به دست بیاره و یکی از محبوب ترین ها در این عرصه شناخته بشه. او هم اکنون متأهله و دارای دو فرزند پسر و دختر به نام کیان و کیاناز می باشد. مجتبی پوربخش فعالیت خود را از باشگاه خبرنگاران جوان آغاز کرد و در سال 82 در برنامه گیلان ما اجرای خود را شروع کرد و تونست در سال 91 فعالیت خود را در این زمینه گسترش بده. پیمان یوسفی و مزدک میرزایی در همون سال برای همکاری این مجری در برنامه‌های تخصصی لیگ دست اول از او دعوت به عمل آوردن و خواستن که او به عنوان مجری و تهیه کننده در این عرصه همکاری خود رو با شبکه ورزش صدا و سیما آغاز کنه. او هم این دعوت رو پذیرفت و از همون سال یکی از اعضای تیم فوتبال ستارگان هنر ایران شناخته شد. مجتبی پوربخش در تاریخ تیر ماه سال 1401 یکی از سخت‌ترین سال‌های زندگی خود رو پشت سر گذاشت و در صفحه اینستاگرامی خود اعلام کرد که مبتلا به سرطان خونه و روزهای بسیار سختی رو پشت سر می‌ذاره. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت می‌کنید. اگه می‌خواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.